خوش آمدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. در مرور مطبوعات این هفته از اولین تصمیم دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهیم گفت تا پرونده شکنجه اسماعیل بخشی. البته آغاز مسابقات فوتبال آسیایی و پیروزی اولین مسابقه ایران. سلام آقای بهنود. این پرونده آقای اسماعیل بخشی خیلی جنجالی شد. ایشون از رهبران سندیکای نیشکر هفت‌تپه هستن. از زندان که اومدن یه مدت بعد در اینستاگرامشون از شدت شکنجه‌ای که شده بودن گفتن، که میگفتن که تا سرحد مرگ شکنجه شدن. تمام سه قوه خواهان بررسی شدن و در نهایت آقای فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت که یه جوری که شکنجه در کار نبوده، یک درگیری زمان بازداشت ایشون بوده. و رئیس دفتر آقای روحانی هم روز چهارشنبه اگه شما نکنم اعلام کردن که حق نظامه که از اسماعیل بخشی شکایت کنه، در حالی که آقای بخشی همچنان میگه که شکنجه شده و تاکید میکنه روی این قصه که در فشار بوده در دوران بازداشت. به نظر میسه حادثه مهمی اتفاق افتاد، چون تا الان به این شکل اتفاق نیفتاده بود. بنابراین مأمورین، بله، همه کسایی که به زندان رفته ایم و رفته اند همه میدونن که به حال اونجا یک اعمالی صورت میگیره که خلاف قانونه. حالا دورای مختلف شکلهای مختلف داشت. این که به هر حال یکی از اینها رو بیاریم روی صحنه و در واقع صحبت کنیم و گفتگو بشه، مجلس دخالت کنه، اینا امر مثبتی است که باید امیدوار بود که به نتیجه برسه. چون الان اشکال عمده‌ای که وجود داره اینه که یکی از طرفین ماجرا، یعنی وزیر اطلاعات، رو مجلس در کمیسیون خودش حرفای او رو شنیده و بر اساس اون هم اظهار نظر کرده و این یه ذره غیر طبیعیه، به خاطر اینکه باید حرفای شاکی رو هم میشنیدند. بله، میخوایم شروع کنیم با روزنامه ایران و این داستان تصویب FATF که میگه یک گام رو به جلوه. در اولین روز ریاست آقای لاریجانی بود، صادق لاریجانی، بنابراین شاید به معنی دیگه بشه گفتش که انتظار نمیرفت و به همین جهت هم کیهان تعبیرش این بودش که ضعف رو به بهانه مصلحت منعکس کرده. اینجا علاوه بر اون میبینید که گزارش یک مذاکره هم مربوط است به مذاکراتی که آقای عراقچی با طالبان میکرده است و میکند و بعدم سفرشون به کابل که در شروع هفته بود، حالا در پایان هفته هم یه حوادثی توش اتفاق افتاد. روزنامه بعدی رو ببینیم، جام جم، که به داستان فوتبال اشاره کرده و قهرمانی، یعنی پیروزی ایران. بله، این پیروزی ایران با تیتر نمایش غیرت در امارات. آره، این ببینید، این نمایش غیرت اینجا حالا روزنامه زده، روزنامه فرمش هم عوض کرده، اینم گفته باشم فرم بازتری پیدا کرده است، تغییراتی در گرافیکش داده شده، در مطالبش هم تغییراتی داده شده، مردمی تر شده. ولی اصولا این یه عادتیه باقی مونده. خود کارشناسایی که میان تو خود تلویزیون صحبت میکنن مدام درباره این صحبت میکنن که تکنیک ها چی است، تکنیک های جدید چیه، مربی چجوری عمل کرده، نقشه شون چیه، استراتژیشون چیه و تدبیرشون چیه و اینا. اینکه این وسط هی درباره غیرت حرف زدن توی کاری که این همه تخصصی شده در دنیا، به نظر میرسه ذره زیادی است دیگه. بله، بریم روزنامه شرق رو ببینیم. شرق هم اتفاقا به صحبت رئیس قوه قضاییه در واکنش به ادعای شکنجه اسماعیل بخشی. بله، همون موضوعی شما گفتید، این حالا واکنش هایی است که به ادعای شکنجه. البته این هنوز فکر میکنم قبل از زمانیه که درسته اول هفته. بله. است. اینجا دو تا موضوع دیگر هم شما دارید میبینید. یکی اون کنار که با عکس خانم فائزه هاشمی دارید میبینید، این مربوط است به فیلم مستندی که درباره او و مصاحبه با او تهیه شده بود و وقتی که نشون میدادن یک
به اصطلاح سر و صدایی شد و مخالفتایی شد از طرف اصولگرایان. میگه که واکنشش به لغو اکران مستند فائز هاشمی در مشهد. آره، حادثه آخرش به اینجا رسیدش که وقتی که فیلم رو به اصطلاح اکران میکردن، فیلم مستند این اواخر اکران میکنن و در مشهد لغو کردن، نذاشتن صحبت کنه. در همین زمان آقای مصطفی زدی هم یه مقاله ای نوشته در این باره دیگه، دیدین شما؟ میگه ساخت و نمایش گسترده فیلم های نامستند راه طی شده که به مخدوش کردن نام یاد و محبوبیت زنده یاد مهندس مهدی بازرگان اینجا اشاره میکنه. نامستند هاشمی زنده است که شخصیت مرحوم آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رو نشانه رفته و به ویژه نامستند قائم مقام که پیش از اینها به تحریف بخشی از تاریخ انقلاب و اینا دست داده. و آخرش میگه که چرا اینها دست به این کار زدن و چه کسانی این اصولگرایان جوان را که در پی نام و شهرت هستند به میدان آوردند؟ چرا این به اصطلاح مستندها از سوی کسانی که نه تنها سوژه را نمیشناسند بلکه با بسیاری از مفاهیم سیاسی و فرهنگی نیز ناآشنا هستند و ماهیت تاریخ ایران و انقلاب اسلامی را هم متوجه نشوند تولید میشود؟ این خب بحثیه که فکر نمی‌کنم فقط در مورد این دو تا مستند باشه. سال‌هاست در مورد خیلی چیزا مدام گفته میشه. الان چون به صورت مستند در اومده رفته، یه تهیه کننده داره، یه کارگردان داره. بنابراین افراد علل قاعده میتونن شکایت کنن. تا الان تو این مرحله که بوده، معمولاً صدا و سیما پیشتاز بوده. صدا و سیما فیلم‌هایی رو در می‌آورده، چنان که هفته گذشته هم در آورد و با اون فیلم‌ها که علل قاعده فیلم‌هایی است که از اطلاعات میاد. بعد نوشته‌های میگه که این نوشته‌ها جای چیز باقی نمیذاره، یا مخاطبش زندانه یا دور از دسترس. هرچی این احساس در حقیقت توی همه داره بیدار میشه که اگر در دسترس باشه اجازه، ولی دیگه هنوز معمول نشده، ولی مطمئن باشید اتفاق میفته. یعنی اینطوری نیستش که دنیا هم که رسیده به اینجا که وقتی یک تلویزیونی، رادیویی، روزنامه‌ای مینویسه بلافاصله شکایت می‌کنن و بلافاصله رسیدگی میشه. دنیا هم به این سادگی نرسیده که بالاخره یه فشارهایی به خودش آورده، جای تعامل. اینجا هم اتفاق خواهد افتاد، خیلی دور نخواهد بود به نظرم. بریم روزنامه کیهان رو ببینیم. روزنامه کیهان به نظر میرسه که در حالی که برای حمله کردن به دولت به اون شدتی که در هفته‌های پیش حمله میکرد و همیشه حمله میکرد، الان یک چیز محظوراتی داره. دلیلش هم اینه که دولت الان در خط مقدم به اصطلاح درگیری با آمریکا و تحریم ها و اینا هست، به طوری که کیهان و روزنامه های این اصولگرا ایراد میگیرن از نشریات اصلاح طلب که چرا دولت رو تضعیف میکنید. این هم صحنه بامزه‌ای شده است الان، در حالی که این اتفاق میفته علی‌قاعده باید این تندی های درونی بالاخره یه جای سرباز کنه. به نظر می رسه تو همین شماره که دارید میبینید بیشتر مخاطبش خانوما هستن. چرا میگم اینو؟ به خاطر اینکه هم سرمقاله که حالا باید خواهش کنم شما یه بخشیشو بگید، هم این خبری که اینجا درباره اپوزیسیون نجیب دارید میشنوید که مربوط است به آقای فرهاد میثمی و حرفی که او زد که گفتش در مقابل گفته‌های پومپیو، او در حقیقت گفتش که به آمریکا مربوط نیست که از من دفاع کرده، حقوق بشر به آمریکا چه مربوطه. حالا که تیتر کیهان اینه که اپوزیسیون نجیب، آره اپوزیسیون نجیب اسمیست که اصلاح طلبا دادن به آقای فرهاد. کیهان اومده میگه که بهش نگین اپوزیسیون نجیب، چرا که در بین چیزایی که ازش گیر آوردند توی خونه دفترش بی اختیار اوباما و ترامپ، نه میگه که اونجایی که رفتیم گیر آوردیم یه چیزایی گیر آوردیم، تاکیدش رو اینه که یه بجایی پیدا کردیم که توش نشون میده که او با حجاب اجباری مخالفه. بله. و بنابراین اونجا دیگه سرمقالم در حقیقت همین جا میره. والا سرمقاله به نظر من یه ذره عجیب بود. تیترش اینه که با چند گیگ اینترنت میتوان آدم کشت. نویسنده اشاره میکنه به کدخدای ظالمی که میره سر کلاس معلمی که داشته در واقع سواد خوندن نوشتن به بچه ها یاد میداده و نوشته بوده روی تخت مار، کت خدا مار. بله. یه عکس مار میکشه، میگه کدوم ماره؟ خب بالاخره میزنن معلم رو میدازن بیرون و از این نتیجه میگیره به اون داستان اینترنتی که اینستاگرامی که پسری رفته بود دختری رو کتک زده بود و برده بودنش، اینا اون فیلم معروفی که بعد گفتن که سه نفر بازداشت شدن. و نکته چسترش این که میگه که این اولین بار نیست که شبکه اجتماعی زمین ساز و ابراز جرم و جنایت میشه. چند روز پیش از این ماجرا خبر تکان دهنده دیگری منتشر شد، بارداری دختری 12 ساله با 2 گیگ اینترنت رایگان.
و میگه که خانواده برای دختر نوجوانش یه موبایل گرفته و 2 گیگ رایگان اینترنت و دید. یعنی آدم فکر میکنه یه سرمقاله یه ذره باید وزین‌تر باشه، یه چیزای چفت و بست داشته باشه به هم و واقعا یه ذره تعجب. ولی مخالفن دیگه، میگه که ما با آزادی اینا اینستاگرام اینا مخالفیم و هر خبر بدی که الان تولید میشه میاریم میچسبونیم به این. قبلا ها اگر میشد به چیز دیگه میچسبوند. اینستاگرام و 2 گیگ اینترنت و اینا کسی باردار میشه؟ نمیدونم، حتما میشه دیگه. بریم روزنامه بعدی، اعتماد رو ببینیم. خب این هم یک فرصت، این که آقای مطهری درخواست نماینده تبریز رو حرف زده راجبش و اینکه آقای موسوی و کروبی و خاتمی جواب بدن که برمیگرده به فیلمی که در سایت رهبری گذاشته شده بود و صحبت‌های مقام رهبری رو پخش می‌کرد راجب ماجرای 88 و در اونجا تقریبا ایشون به صراحت متهم کردند 3 نفر رو، خود آقای موسوی رو و همینطور آقای هاشمی رو و آقای خاتمی رو، به اینکه با ایشون هم عقیده بودند و به این ترتیب فقط 1 نفر از 4 نفری که میگن مونده بوده. این حرف وقتی زده شد یک سخنی پخش شد به نقل قول از آقای میرحسین موسوی که گفته بود که اون بخش گفتگوی 2 نفره ما رو هم پخش کنید. پس بنابراین معلوم شد یه جلسه دیگه هم بوده که اون 2 نفر بود. خود این باز شدن این مسئله، حرف زدن، مخاطب قرار دادن رهبر و بعد پخش شدن بخشی از مضمون اون 2 تا جلسه در شبکه‌های اجتماعی، اینها نشون دهنده آغاز یک گفتگویی است. در حقیقت پیام اصلی این نوع گفتگوها این استش که آنچنان که قانون اساسی و بقیه میگه، به حال رهبر هم خالی از مسئولیت نیست و بنابراین اگر چنین ادعایی میکنه باید اون اثبات کنه. الان هم آقای مطهری در واقع خواهان فرصت دفاع آقای موسوی و کروبی و خاتمی هست. البته ایشون مدت خواست که در مورد رسیدگی به وضعیت حصر هم مدام در واقع اصرار دارن به این داستان. بریم سراغ برگزیده ها. گزارشی از همشهری آوردید به نام این خانه گرم است که از گرمخانه هرندی داره صحبت میکنه. این مهمه دیگه. یادتونه که ما در چند ماه پیش مدام حرف زده میشد در روزنامه ها و نقل میکردیم حوادثی که در هرندی اتفاق میافتاد، محله جنوب شهر تهران، و اونجا مردمی که عکسای میمد دلخراش حیاتون باشه، مردمی که در کنار خیابون نشسته بودن بعد از کنارش بچه ها و خانواده ها رد میشدن، همه میدیدن اینا رو، زن مرد نشستن مواد مخدر مصرف میکنن و بعد کارتون خوابا و بی‌نظمی خیلی وحشتناکی اونجا که چند بارم به درگیری بین اهالی و این افراد رسید. یادتون باشه الان به نظرم این خبر خوبی است، این گزارش که همشهری نوشته. بگید در باره چی بود؟ این داره خب میگه که این یک گرمخانه برای خانم‌های درست کردن که در واقع حالا کارتون خواب بودن و اینا. نکته تلخی که داره اشاره میکنه به سقط جنین زنی که در 8 ماه 2 بار سقط جنین داشته و از درداش و از آمپولی که زده برای سقط جنین صحبت میکنه و اصولا شرایطی که این زنها دارن دیگه. ولی خیلی برای راهیابی درشون بحث شد. یه موقعی صحبت این بودش که کاندوم مجانی داده بشه که مخالفت کردن یه عده‌ای. یه موقعی صحبت از این بودش که عقیمشون بکنن، البته خودشون بخوان، که دست کم یه باری به بارهای اینا اضافه نشه وقتی که خیابان خواب هستند و معتاد، دست کم اینطور نباشه که یه چیزی هم اضافه بشه به صحنه. ولی همه اینا به یه موانعی برخورد. به نظر میرسه که ظاهرا آخر سر این راه حل بدی نیست که شهرداری تهران پیدا کرده که دست کم یه بخشی از ماجرا رو حداقل شبا جایی دارن که برن بخوابن. بعدی ماف هست، مجله 2 ماهنامه حقوقی ماف. بله، ماف همونطور که از اسمش پیداست قراره که 2 ماهنامه حقوقی باشه. اینم شماره اولشه با این تصویر زیبایی که داره. وقتی که توی مطلب نگاه کردم، البته در بخشی بودش که به زبان کردی بود، ما هم که خب بلد نیستیم خیلی، ولی انقدر بودش که بفهمم که اینجا فقط به زبان کردیه یا نه فارسی و کردیه، ولی تو بخش کردی ایشون رو معرفی کرده بود. اونجاست که میگه که موزیسین خوبی است و من از این نوشته اینطوری میفهمم که میگوید در شهرستان شیروان
هست و به هر حال اسمشون هم هست یلدا عباسی، این که رو جلد داری میبین. اما به نظرم مهم این پرونده مینه، یه نشریه حقوقی بسیار خوب خودش رو بسته و بسیار مجله خوبی شده از این بابت. از جهات مختلف مینو دیده، بعض جاهاش برام تکندهنده بود، بعض جاهاش عکسایی نه عکسای حرفه‌ای بلکه عکسایی پیدا بود از آلبوم‌های شخصی، یعنی افراد گرفتن، هست توش که تکون دهنده است. صحنه‌ای که مثلا پدری وایساده بالای سر بچه‌اش که رفته رومین، اونو پیداست همین لحظات آورده تو بیمارستان، بعد پدر سرش رو داره میکوبه به دیوار اتاق و بچه مثلا پاشو دست داده یا همچیزایی. یه چندین مطلب خوب توی این نشریه که شما را اولشه خوندم، از جمله مطلب عماد کریمیان روزنامه‌نگار نوشته، میگه این مین اسلحه ترسوهاست. اصولا از اونجا شروع شده که گروهی میترسن دور خودشون رو یه مناطقی مین میذارن و اول بار هم، من نمیدونستم اینو، اطلاعات ما اضافه شد، اول بار هم توسط امریکایی‌ها در جنگ با سرخپوستا به کار رفته و میگوید که این مین‌ها فوق‌العاده ارزونن، ارزان‌ترین سلاح دنیان، به گونه ای که هزینه تولید هر کدوم از مین‌ها 3 تا 10 دلاره، خیلی کمه. ولی مشکل اینه که بعد از جنگ ها سال‌ها میزن. آره، ولی اون وقت بعد خودش میگه که هزینه خونسا کردنش اون وقت هر مینی 300 تا 1000 دلاره. بله. و به این ترتیب وارد میشه که این مرگبارترین میراثی است که باقی مونده و از جهات مختلف این موضوع بررسی میکنه، فقط از زاویه به اصطلاح غم و غصه با اونها نیست. و همونطور که گفتم عکسای خیلی زنده ای هم هست، حقوق کودک، این بچه ها مگه حق شادی ندارن؟ بعد مقاله خیلی خوبی آقای کشاورز نوشته، بهمن کشاورز، درباره حقوق قانونی کودکان آسیب دیده. به هر حال نوید یک نشریه خوب هست که به زبان فارسی و کردی منتشر میشه. برگزیده بعدی مجله سان هست، فصلنامه ادبی که ویژن، یعنی در واقع این مجله رو، این شماره اول رو اختصاص داده به شب و واقعا پر از یادداشت‌های بسیار خوندنی. خیلی با تم شب. بله. این اولا گفته باشم که با سردبیری آرش صادق بگی و مدیریت خانم طباطبایی که هر دوتاشون و بقیه تحریریه، همه گروهی بودن که داستان همشهری رو میدادن. در حقیقت این نشریه به یه معنی کار جدید همون گروهی است که از اونجا اومدن بیرون. حالا خوشبختانه اون داستان هم باقی مانده و هستش. مطالب خیلی خوبی در این شماره اول بودم تو که شما گفتین. اول همه عکس رو جلد ببینین چقدر عکس خوبیه. من یه یادداشتی خوندم از آقای زیدآبادی که با اون نثر و قلم شیرینشون از روستایی که شبها رو توصیف میکردن، شبهای تابستون و زمستون رو در روستاشون، که خب واقعا خوندنی بود. و آخرش برمیگرده به زمانی که اومده تهران و توی خوابگاه دانشجویی بوده، یکی از دوستاش واکمنی بهش میگه میده و این با این واکمن میره بیرون، آهنگ کویر اگه اشتباه نکنم آقای شجریان رو با نوازندگی کیوان کلهر، و تعریف میکنه که چه حال به قول معروف غریبی بهش دست میده و اینا، و میگه این موسیقی و اون حال اون شب تو اون شبهایی که من که فکر میکنم برمیگرده به داستان بازداشتش و دوران انفرادیش در سال 88، میگه این تنها چیزی بود که بذاریم با ادبیات خودشون بخونم. بعدها پیش از 200 شب را در تنهایی به سر بردم، شبهایی که گاه زمان چون قیر چسبناک و چوب سرب سنگین میشد، چون تخت سنگی مهیب بر سینه مینشست و راه نفس را میگرفت و تکان نمیخورد. گاهی که آرزو میکردم کاش از مادر زاده نشده بودم و همان شب بهشتی را به یاد میآوردم، همان شب که آسمان و زمین و گل و گیاه و شبنم و ستاره نثار من شد. ولی خیلی خوبه. یه بخشی هم داده تو بخش زندگی نگار، یه بخشی هم داده به احمدرضا احمدی که به نظرم میخواد این کار ادامه بده و چقدر خوبه که ادامه بده، چون وقتی ادامه داد اون وقت عملا بعدا میتونه تبدیل به یک کتابی بشه. یه تیکه تیکه هاییست که از خاطراتش همینطوری پراکنده بیرون آورده، از خاطرات شبانه های خودش. احمدرضا که هنوز با وجود اینکه ادعای پیری میکنه ولی هنوز از نظر کلی جوان شعر ایرانه و خودش هم اینو به طنز میگه، نوشته این حکایت شبانه رو عمران سلایی نازنین برای من گفته، از قول او نقل میکنه. روزنامه توفیق در خیابان استانبول تهران بود و خونه عمران تو محل جوادیه.
شب بارون میباریده، عمران عزا گرفته بوده چطوری بره خونه. شاپور یعنی پرویز شاپور میگه نگران نباش من تو رو به خونت میرسونم. عمران میگه اتومبیل داری مگه؟ میگه نه چتر دارم. بریم مجله نگاه نو رو ببینیم. خب نگاه نو نشریه معتبر گرچه کوچولو شده نظر اندازه میگم، بخش ویژه موسیقی کلاسیک ایرانی. آره و مصاحبه اصلی رو که همیشه مصاحبه اصلی مجله خیلی خوندنی بود و بقیهش هم خوندنی است، اصولا مجله موفقی است از این جهت، ولی این دفعه خلاف عادت کرده است آقای میرزایی و گفتگو کرده است با آقای داریوش طلایی که موسیقیدان هست و نوازنده، هم تار هم ستار خیلی خوب از قدیم با اساتید کار کرده است و خیلی آدم فروتنی است و کمتر جلوی صحنه بوده و کمتر جزء اساتید باشون صحبت کرده، که خوشبختانه اینجا خود آقای میرزایی رفته مصاحبه مفصلی با او انجام داده که در حقیقت گفتگوی این شماره رو تشکیل داده. اما از همون اول که نگاه میکنی مطالب خیلی خوبی، از جمله یه گزارشی راجع به این نقدینگی و تورم و آقای تماسب مزاری نوشته که می نویسن اساتید، ما هم گاهی اوقات می خونیم، گاهی اوقات هم ذره مشکلی برای ما که اقتصاد نمیدونیم. مهم این است که آقای مزاری چون در عمل بوده، رئیس بانک مرکزی بوده، همیشه تو کارهای مدیریت اقتصادی بوده، در حقیقت خیلی پراتیک، خیلی عملی میبینه صحنه رو و خیلی به زبان خوب برای ما تعریف میکنه که چیه. چنان که یه آبیچوری یک سوگواره هم آقای عظیمی نوشته است، فخرالدین عظیمی درباره احسان پور یارشاطر به مناسبت درگذشته ایشون، که اون هم به اندازه کافی خواندنی هستش. عالی. یه نگاه کوتاهی هم بکنیم به فصلنامه فرهنگی اجتماعی اقتصادی دریچه. بله دریچه هم که باید دیدش، به خاطر اینکه نظرم دیر کردیم در دیدن دریچه. دریچه نشریه است که چون که قبلا هم گفتم در اصفهان منتشر میشه و سردبیرش آقای زهتاب هست، هیئت تحریریه یا در حقیقت بگیم شورای نویسندگان خیلی درشت استخوانی داره، از آقای امید سالار و نعمت الله اکبری و آقای پور جوادی و دکتر دادبه و محسن رنانی و دکتر عبدالحسین ساسان و آقای دکتر محمود فتوحی و اینا هستند و خیلی مهم هست این مجموعه. این شماره که دارید میبینید مهمترین موضوعی که دستکم از دید من خیلی مهم بود و دیدم که هر دوتا نشریهی که از اصفهان رسیده بود، هم برای فردا هم دریچه در برش صحبت کرده بودند، اونیست که مجید زهتاب عنوان مقالش رو درباره ایشون گذاشته است فیلسوف قلندر. چرا؟ به خاطر اینکه صحبت از محمد علی مرادی است. محمد علی مرادی که فیلسوفی است که در اصفهان زندگی میکرد و همینطور خلاصه برای اینکه کسایی که با ایشون آشنا نیستند آشنا بشن، یکی از آدمای بسیار پادار فیلسوف و اهل فلسفه و باسواد و تا اونجا که من میدونم آلمانی دون بسیار خوب و فوق العاده محکم، باید در حد استاد عالی رتبه دانشگاه با ایشون روبرو بشیم. ولی این فرد به دلیل خصوصیات شخصی خودش بسیار فقیر زندگی میکرد، در اصفهان زندگی میکرد و اگر بپرسید اصلا کجا زندگی میگذرون، نه کارمند جایی بود نه یک کلاسایی در خونه خودش درست میکرد که بیشترم نه جای تبلیغ میکرد نه چیزی، همینطور بچه های اصفهان به هم دیگه خبر میدادن و میامدن و اصراری نداشت از کسی پولی بگیره برای اون و میشه فهمید زندگی چقدر محقر میگذشت در این حالت و در همین تنهایی و همین عزلت اسمشو گذاشته بودند فیلسوف خیابان، به خاطر اینکه همه اصفهانی ها از او خاطرات مفصلی دارن. یعنی به جای اساتید بزرگ فلسفه که به اصطلاح کتاب‌هایی دارن که یادشون نگه می‌داره، یا تو دانشگاه بودن اساتیدی از زیر دست اونا بیرون اومدن که یاد اونا رو نگه می‌دارن، این دفعه با یه فیلسوف خیابان، فیلسوف فقیر به اصطلاح کم جستجو کم سر صدا روبرو هستیم و خیلی خوبه که فصلی اختصاص دادن و 10-12 نفر آدم آشنا او رو معرفی کردن. خب خیلی عالی. کارتون آخر رو ببینیم از طراوت نیکی، میگه 4-0 از پول ملی کم خواهد شد.
این البته حالا پول ملیه که زیر سر بود. بله، پول ملی و اقتصاد و اینا همه اینجا خوابیدن، اون صفرا رو اومدن اون فرشتگان برداشتن بردن. میگه اگه بار گران بودیم رفتیم، فقط امیدوارم بدون ما اوضاع بهتر شه رفیق. مطلب آخرم میخونید، طنز هفته رو انتخاب کردم از شهرام شهیدی که در شهروند یا به قول خودشون شهرونگ یک نوشته بود که خبر اومده که یک خانمی در هامبورگ شوهرش رو برای اجاره در ای بی گذاشته، قیمت اجاره شوهرش هم 18 یورو اعلام کرده. ما دیدیم این روزا در این رکود اقتصادی چه چیزی بهتر از داغ کردن بازار خرید و فروش. بنابراین وارد شدیم و داریم یه چیزایی رو خلاصه گذاشتیم برای فروش، طوری که راه میزان اشتغال 23% و میزان وبگردی 37% افزایش پیدا کنه با اولین آگهی‌هایی که دادیم. آگهی فروش شماره ملی روند، یک باب شماره ملی روند به منظور خرید ارز و سکه و رسیدن به جانشینی سلطان سکه، خیلی فوری مورد نیاز است. آگهی اجاره مقاله و پایان نامه اجاره مقاله علمی خودتون رو در خصوص تأثیر فیزیک کوانتوم بر مجاری تنفسی والهای اقیانوس آرام جهت ارائه به معتبرترین نشریات علمی پژوهشی میگیریم. آگهی فروش شعر با یا بدون شاعر، یه مجلد دیوان شعر همراه با مقدمه یکی از بزرگان شعر و ادب فارسی جهت چاپ به نام خودتان واگذار میشود. خلاصه از این آگهی ها داده است در مقابل اون خانمی که شوهرشون خدیجه. بله، مرسی آقای بهنود و همینطور ممنون از شما. مثل همیشه تمام راه های تماس ما برای شما بازه. نظرات و انتقاداتتون درباره برنامه های بی بی سی فارسی رو حتما برامون بنویسید. راه های تماس رو دارید روی صفحه تلویزیون میبینید. نظراتتون رو با هشتگ دیدبان به پیامگیر تلگرام ما به آدرس @bbc شما و یا به آدرس توییتر بی بی سی دیدبان بفرستید. از طرف خودم و آقای بهنود همینجا با شما خدافظی میکنم. تا هفته آینده، شب و روزتون خوش.